بنام خداوند بزرگ ارز سلام بین نهای عزیز باسان باش بسمانی علم خوش آمدید. امروز می خواهیم که طرز دهی کشی قرود برتان نشان بدم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نسار. مواد لازمه برای برنج، 3 گیلاس برنج داره، 1.5 گیلاس ماش، روغن داره، قرود، 1 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق چای خوری زردچوبه، 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه و کم ایل، 1 قاشق زنجفیل داره، 2 دندان سیر، 2 عدد پیاز، مرچ سرخ و مرچ سبز و شبت داریم. برنج ما شما باید هر وقت پیش از پیش باید شسته شود، 2 ساعت 3 ساعت، هر قدر زیادتر پیشتر شسته شود اما قدر خوب است، زودتر نرم میشه. و این اندازه رو که امروز من جور میکنم این برای 5 تا 6 نفر است. اولین کار که کردیم برنج و ماش خود شوشتیم تقریم و آلا کرود خود جوش میدیم و میمونیم که سرد شد. خوب یک چند دقیقه رو جوش میدیم. 250 گرم کرود داشتیم، مثلا از 250 میلی آب گرم انداختم. خوب یک 5 دقیقه این رو جوش میدیم. گاز یا بلند نباشه، مثل متوسط باشه. مگه با زیرش گل میکنیم تا بانیم که خوب سر چاو. روغن هم به دل خودتان است، اگر زیاد روغنی میخورین روغن زیاد استفاده میکنیم، در غیر زو برابر. سیر انداختم که سیر 2 جوشک در روغن بگیره، پیاز علاوه میکنم. نمک علاوه میکنم که پیاز زودتر نرم شود. پیاز زنجفیل میده کدم علاوه میکنم. زنجفیل یک شورت روغن داریم و نصف مرچ هم میمیدیم. زردچوبه را علاوه میکنم، مرچ سیاه و ایل را علاوه میکنم، گرمیجی بنده ایل را علاوه میکنم، سیاه قلمان بستم از فرکه دو دقیقه نیای و کم دور بکنم، آدم سیاه قلمان علاوه میکنم. من یک لیتر آب می‌ریزم. البته که آب از قبلم گرم کرده. حالا ماش علاوه می‌کنم. ماش سه یا چهار صبح پیش من شسته بودم تا کدوم مانده. ماش علاوه می‌کنم جوش می‌دم. حالا ماش جوش می‌دم. و این ماش وقت در تر شده شاید که 10 تا 15 دقیقه وقت کار داشته باشه تا یکم نرم شود. برای کچی قرود البته که کوفته کار داریم و مواد لازمه کوفته: 1/2 کیلو گوشت گوساله، 3 عدد پیاز، کمک پیاز سبز، 2 دندان سیر، مرچ سرخ، مرچ سبز، 1 ذره گشنیز دارم، مرچ دلمه سرخ، 1 عدد تخم داریم، 1 قاشق چای خوری زردچوبه و 150 میلی رب بانجان رومی. پیاز و گشنیز و چیزایی که برای کوفته آماده کردیم میده میکنیم، مکسر میندازیم، مکسر میکنیم. دلمه سرخ کوفته بسیار زیاد مزه دار میکنه و پیاز سرخ و کم پیاز سبز
نه اما یه مزه کوفته رو بسیار خوش میکنم. یه قشق چای خوری تخم گشنیز میندازم. پیشتر فراموش کردم که تخم گشنیز رو بگویم. مرچ سیاه ایل علاوه میکنم. یه قشق قرمز خوری هم نمک رو علاوه میکنم. یک دونه تخم مرغ علاوه میکنم. یک قاشق چایخوری زردچوبه دارم و ایر البته دلوابش علاوه میکنم. اگر دخواه کوفته علاوه کنم کوفته ایمو خشک میایه. و یک کم روغنم مندازم و دل خود تل از کدام روغنم مندازی دون یک قاشق یا دو قاشق یک پیاز و گشنیز و چیزایی که مکسر کرده بودم ایر علاوه میکنم و یک دو قاشق از پیاز و گشنیز چیزا رو برای لواب کوفته میمونم. حالا لواب کوفته رو آماده میکنم. به کوفته هم روغن در دل خودتان است و این پیازی که برای کوفته مکس کرده بودم اینا رو یک ذره در لواب کوفته میندازم. لوابش بسیار مزه دار میآید. بریندای عزیزی یک بوکسی در خاطر روغن پر میتم و این معلوم نمیشه که بریان شده مگر بریان شده به خاطر معلوم نمیشه که در بینش مرچ دورمه و گشنیز بود و مرچ ببخشن پیاز تر بود و به خاطر رنگ ازی اینجا نمیشه و آلو در چوبه رو علاوه میکنم. یک نیم پشتی که چلپوی نمکنی به پاک میکنم که پیاز مونه رو خواهد این رو به بانجان رو میره علاوه میکنم. یه باز یک چند دقیقه شور میکنم تا سر روغن بیاید بران اول آقا میکنم. میبینیم که لوب ما سر روغن شد. عدف سر روغن شده نیست که روغن جدا میشه و لوب جدا میشه. شما میبینید روغن رو این مانا میتونه سر روغن شده. اینجا او گرم مانده من او گرم آقا میکنم. اما قدره او من بازم که کوفته این زیر آیو شود. کوفته رو جوش کردیم و او جوش لوب جوش شست این رو علاوه میکنیم. کوفته رو الان میمونیم که 20 دقیقه جوش بخوره. این ماش 15 دقیقه جوش خورد و خوب رقم شده. آلو برنج رو علاوه میکنیم. حالا بخیر برنج علاوه میکنم. این شور میکنیم تا که برنج ما نرم شود. و سعی میکنیم چقدر آب ضرورت دارم. مقدار قدر کافی آب علاوه میکنیم. این شور میکنیم تا دانه برنج نرم شود. میبینیم که اشکال است. دیگه ما علاوه میکنیم. برنج ما نرم شده و این مرچ پیشتر یک کمکش علاوه کردم. با کماندیش آل علاوه میکنم و شبت هم علاوه میکنم. شبت که چیز بود بسیار زیاد مزه دار میکنه که تو بسیار خوب برش میده از او که پر شبت میبازم. دیگه یک دقیقه شور میکنم. دیگه برنج دم میکنم. در 15 تا 20 دقیقه میمونم و گاز رو کاملا بخش میکنم. رو تا جوش دادیم سرد شد و ایجا 250 گرم یا 200 گرم ماس چرب مونده میل بالایش علاوه میکنیم. نیم کاشقه پیچه خوری نمک علاوه میکنیم یا کمتر. دو دندانه سیر هم میده که دمیرم علاوه میکنم. دیرم روی پنجه یک چند دقیقه شور میتونم که دودم روی ماس مخلوط شده. بعد از 15 دقیقه گاز خاموش کردم. کوفته من 25 دقیقه جوش خورد پخته شد. گاز خاموش کردیم. والا آماده است بخیر.
مرسی دوغش باید روغن هفته پرست باشه و برنج روغن برنج باشه که ایده بسیار داغ میکنه. اگر روغن زیتون باشه زیاد میسوزه و خوب نیسته. و اینجا میتونیم که روغن زردم استفاده کنیم. تو امیاد من روغن زرد داره استرس نداشتم. روی روغن زرد بسیار مزه دار میه. فول نانا را لعاو میکنیم. بیننده عزیز کیچی خروت آماده شد. بسیار خوبش آمده. کفتام نرم آمده. برنجم بسیار مزه دار آمده. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. خداوند یار و مددگار آمده.